سلام بچه، خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و یه آنالیز دیگه از یکی از یوتیوبرهای دیگه دو تا یک. امروز با هم دیگه اینجاییم تا یکی از گیم پلی های بالتازار رو ببینیم. البته به احتمال خیلی خیلی زیاد میشناسینش، همتون قدیمی ترین یوتیوبره دو تا یک دنیا بالتازار با 215K سابسکرایبر و البته شناخته شده. بالتازار از سال 2013 تا الان داره دوتا بازی میکنه. در مورد بالتازار باید بهتون بگم که نظر شخصی ما، اول بهتون میگم بالتازار کسیه که سال 2013-14 واقعا غوغا میکرد و من خودم یادم حتی توی ایران اسم بالتازار ما میشنیدیم که مثلا بالتازار دوتا بازیکن فوق‌العاده خوبیه تو دوتا و همیشه دوست داشتیم ببینیمش بالتازار رو. اما خب طبیعتا مثل هر بازی دیگه ای دو تا یکم پیشرفت های خاص خودش رو کرد و بازیکن ها تمام نکات مثبت و منفی این بازی رو در آوردن و این بازی به کمال خودش نزدیک شد. به همین خاطر از سال 2015-2016 به بعد بالتازار از اون سطح بالا رو به وفول اومد و سقوط کرد و نتونست خودشو کاملا، این بازیکن نتونست خودشو با متدی که تو همین لحظه دارن دوتا بازی میکنن، سبک و استایل دوتا نتونست زیاد خودشو وفق بده و نه اینکه بازیکن بعدی باشه، بازیکن خوبی به حساب میره، اما اگر دوتا بازای داخل آیسی کاپ رو با هم دیگه بسنجیم، من تو این لحظه در موردشون دارم فکر میکنم، دوتا یوتیوبرای دیگه آیسی کاپ بخوام مقایسه کنم، من به بالتازار 1 تا 10 5 میدم. بالتازار فوق العاده پسر مهربونیه، پسر خوشقلبیه، دوستش دارم، از صمیم قلب دوستش دارم بالتازار رو، اما وقتی صحبت دوتا میشه یه بازیکن نرمال به حساب میره که چالش خاصی تو بازیش نبوده و همین خاطر یه چالش بین 1 تا 2 ساله که دیگه داخل آیسکا بازی نمیکنه و 99% ویدیوهاش با طرفداراشه. حالا هر کسی که دوستش دارن میاد میشینه لایو میذاره و اونا رو داخل لایوش داخل کانالش اد میکنه و میشینن با هم دیگه بازی میکنن. خب بریم با هم دیگه چیزو نگاه کنیم، بریم با هم دیگه ببینیم توی آی سی کاپ وضعیت بالتازار تو همین لحظه چه جوریه. این اکانت بالتازار رو بچه‌ها، فقط یه دست بازی کرده توی سیزن قبلم، سیزن 54 هیچی بازی نکرده، بقیه سیزن ها مثلا داخل یه سیزن کلا 50 دست بازی کرده، یه سیزن دیگه 10 دست. اگه دقت کنی کاملا متوجه میشه که بالتازار دیگه بازی نمیکنه، بالتازار داخل آیسکا بازی نمیکنه. همونجور که چند وقت پیش بگی دیگه بچه گفتم تو هر چیزی دنیا بچه یه هر چیزی که میخواد باشه فرق نمیکنه، بالاخره آدم ها تمام میشن، بالاخره دیگه نمیتونی تو اوج بمونی، بالاخره وقت خداحافظی میرسه، حالا یا روزت نبوده یا پیر شدی یا تیم نداشتی یا دیگه اعصابشو نداری یا دیگه وقتشو نداری به هر دلیلی، ولی یه روز بالاخره تمام میشه هر چیزی و وقت رفتن فرا میرسه. بالتازار قدیما یکی از خوبای داخل آی سی کاپ بود، اما متاسفانه تو این لحظه دیگه خوب نیست، دیگه بالتازار حرفی واسه گفتن نداره. من خودم قدیما طرفدار بازی بالتازار بودم و خیلی از بازی بالتازار رو نگاه میکردم، اما متاسفانه تو این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم دیگه نه. با بالتازار چند دست بازی کردم، من 4-5 دست بازی کردم و 4-5 دست هم بردمش. بازی کنه چیزی خواست، یعنی اصلا اینو جز من نقطه های مثبت نمیگونم. این از شرایط بالتازار، دیگه بازی نمی کنه داخل آی سی کاپ. خب یه دونه گیم پلیش انتخاب کردم که مثلا یه موقع چالش رو شوشه، این هم وضعیت ویوی کانالش رو داریم ببینیم. خب قدیمی ترین یوتیوبره دو تا یکی دنیا، وضعیت سابسکرایب شده 215K ویو. خب یه دونه گیم پلی انتخاب کردم واسه تون که یه مقدار چالش داشته باشه با هم دیگه
بریم ببینیم بالتازار چجوری بازی میکنه. Let's go. جای انگلی خالی. داخل کامنت ها بهش گفته بودم که آکشو بازی کن. داره آکشو بازی خورما بالتازار. بچه ها پلیر مپ 83، من 85 بازی میکنم. با آکاشا مید لاین، یه دونه کمبوی اینتل خوبه جلو ریزور، کوسکش خورمای مزید چون میده. شیت مزه چون میده خورمای مادر جنده. یه دونم تو چونه این رفت، مزه چونه ریزو رو میده که توش عرب رفته. فوق شد نه اما خوابید چرا که نه. اوه بچه های فارسی زبون هم باش نشسته بوده داخل این بازی افغان استایل. بهتون گفتم الان این ریپلی که دارین شما نگاه میکنید ریپلی بازی بالتازار با طرفداراشه، نه بازی داخل آی سی کاپ با طرفداراش داره بازی میکنه و متاسفانه طرفداراش اکثرا جز کسایی هستن که دارن دوتا رو یاد میگیرن. به همین خاطر میام ویدیو بالتازار رو نگاه میکنم، میشنم باش بازی میکنم. شرمنده بچه خورمای کیری حالا ما باید کرد. بریم یکی دیگر رو برداریم. خوش چیه؟ ریزور دوباره اومده فرسو که راحت داد سر اشتباه خودش. ایوه جالبه ریزور آکاشا ریزور میزنه تو لاین و این باید حواسش رو واقعا نسبت به این قضیه جمع کنه. آکاشا رو تو اکثر مواقع بچه ها ساپورت بازی میکنن. چرا؟ چون میدر بازی کردن باهاش سنگینه و این هیرو سخت پا میگیره. بیشتر کاراکتریه که میتونی باهاش شما انگولک کنین دشمن، ولی قدرت خاصی داخل این هیرو نهفته نیست. جزء هیروهای حد وسط دوتا به حساب میره. به شخصه پیشنهاد نمی کنم اینو کسی مثلا وسط بازیش کنه، وسط هیروهای دیگه هم وجود داره. سیزده یازده خوبه، هم یونیت ها رو نسبتا میزنه هم یونیت ها رو دینایی میکنه. اسپیلت بکر داره میاد، اسپیلت بکر پایین داره میاد، رسید بر زارت آفر پلاز واو کرده. بچه ها نکته رو اینجا رو پلاز واو کرده. اولین خبر بعد من اینه که پلاز واک کردن واسه این هیرو فقط وقتی بشینی با طرفدارات بازی کنی جواب میده، تو بازی عادی به هیچ زمان جواب نمیده و همین یه دونه اشتباه کارتو رو میسازه. اتفاقا بزرگترین قدرت این هیرو لول 3 شه.
بچه اگه دقت کنید تو همین لحظه شما دارین گیم پلی میبینین، همه چیز خیلی ساده پیش میره. داخل تمام گیم پلی بالتازار همه چیز ساده است، کاملا کلاسیک، چالش خاصی داخل بازیش وجود نداره. خیلی وقته که بالتازار دیگه داخل آیسکا بازی نمیکنه و فقط با طرفدارش بازی میکنه. بلک لیبل 87 داره پلاس وام میکنم. بچه شما اگه تو حالت داخل آیسکاپ بازی کنین توی همچین تایمی حداقل 4 یا 5 تا جوین دادن وسط و شلوار میده رو در آوردن. ولی اینجا شما میدونید همچنان اتفاق نمیفته. تا اینجا کار که گیم خیلی ساده پیش رفته، حالا جلوتر اگه تغییر خاصی ایجاد بشه هند آف خوبه، هند آف خوبه، یعنی میخواد کری کنه هیرو آیتم کری بیاره، چون فقط تو حالتی هند آف رو میرن که بخوان هیرو مثلا هیرو کری بخوای بسازی هند آف میری. ممکنه بچه میشه هیرو کری هم بازی کرده، واقعا میشه هیرو کری بازی کرد، جالبه، میشه باش کری بازی کرد ولی به شرطی که با یه چیزیش کنار بیای. وقتی که این هیرو بخوام کری کنین، اگر تونستین همه اول کار یارو بکشین که هیچی، وگرنه دوتا دونه خورین هیرو، فقط دوتا دونه، مثل اندراز میشه رو زمین. آفر از یکیش داره خوب استفاده میکنه. اوی 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 برمیگشی دوتا بهش میزدی مرده بود، یه دونه ریزر متاسفانه نمیتونه خوب جلوش صفر بازی کنه. اسپیرید بریک اسپیرید بریک خوبه با اینا، کینگ هم راحت. احمد کچه میره سوار شروش شیشش بهش بگیر تمام. خوب بود بار مثلا نایس های هم بله داداش نرماله. نه خودشم مواظب باش، مواظب باش، عیان بریزن خوبه. بچه ها ارت شیکر عاشقشم. ارت شیکر تنها هیروییه که داخل دوتا چه یک چه دوتا یک چه دوتا دو میتونه داخل 100% بازی ها باشه. بی نظیره ارت شیکر، یه اثر هنری به حساب میره واسه دوتا. بچه ها میبینین با دو تا لول ناکنین ببینید چقدر اچ پی شات دست داده. فکر کنم مرد، فکر کنم، به شرطی که حالا یا درخت یا آبسط اینا نشه باشه. نه نه مرد یکیشو، فکر کنم مرد دقیقا یکیشو آب کرده بود. خوبه بچه تو این لحظه اینو که شما الان دارین میبینین اصلا و ابدا تو آیسی کاپ اتفاق نمی افتاد. تو آیسی کاپ هیچ کسی نمیتونه تایم نو بدونه بود تو مپ حرکت کنه،
مگر اینکه بخوای انقدر ای گفتین چیه؟ ای گفتین شولاق. ولی داخل بازی بالتازار میشه. فیشر تو بزن به این لعنتی. ریزور کجا رفته بچه ها؟ میدر فرار کرد، لان خالیه. بچه ها یادتون نره اگر به هر دلیلی وسط بازی میکنید باید، حالا ممکنه تو لاین های دیگه بخواین جوین بدین، وقتی جوین دادین باید سریع برگردین، نباید میده، نباید میدلان خالی بمونه، هیچ موقع وسط خالی نذارین. خوبه ریزور برگشت. آخه داداش پلاس که دیگه آخه خیلی ستمه. چی بگم والا بالتازار رو دوست دارم، مهربونه، نقطه بزرگیه به شخصه واسه من، ارزشمند همچین چیزی. آه چه شانسی آجی، یک دهم ثانیه مونده بود که تورش کنه شمان. بچه متاسفم الان داخل گیم پلی این پسر این زیاد توی مپو نمیچرخونه، یعنی جای دیگر رو نشون نمیده که با هم دیگه اون یکی ها رو ببینیم، مجبوریم همین رو نگاه کنیم دیگه. دختی من نیست. مرسی حاجی. این طرف چی افتاد؟ یکی رو کلیپس کشته، نمیدونم کیه، یکی کلیپس کشتش مرده. بکشیم این داره آفر. میرانا هم دارم، چک و لغت نشی پسر. بچه جالبه هیروی مورد علاقه بالتازار میراناه، بعد چون عراقاشو خیلی دوست داره، هیروی مورد علاقهشه میرانا. اسلید برکه چرا شارژ نمی کنه؟ دوتا جون بده دیگه آجی. پاورتریت خوبه، پاورتریت خوبه، ولی حاجی بازم دارم بهتون میگم پاورتریت فقط تو حالتی اتفاق میفته که بخواین هیرو چیز کنین، کریش کنین، منظورم اون اتاکر رو نشده. یعنی واقعا میخواد این کارو بکنه؟ خیلی ریسکی بزرگی ها، یعنی واقعا باید خیلی دل و جرات داشته باشی بخوای هیرو کری کنی، و واقعا باید روبرویاتو بشناسی و یارات هم بشناسی. منظورم اینه که بدون یارات خوب بازی میکنن و روبرویا نمیتونن خوب بازی کنن، و یعنی آکاشو اپا در میاد. به همین خاطر بهتون میگم هیروی سنگینی به حساب میره. بعد بچه ها فراموش نکنید توی مپ 83 همه چیز کنتر از مپ 85 پیش میره، به همین خاطر من اول مپ 83 بازی میکردم دیگه، بعد که دیدم مپ 85 اومد، مپ 85 رو به قول افتن ترای کردم خوب بود دیگه، کلان همونجا موندم چون من عاشق سرعت داخل بازی هم. تا اینجای کار که هیچ کسی واسه دجان مشکل ایجاد نکرده و با خیال راحت داره فار میکنه. بنداز آقای میتونست بنداز آقا، هر آن شانسی بیاری کسی بر نگرد اون دو تاور رو دینایی کنه، فکر کنم هیچ پیش رد دینایی بود زیر دقت نکرد. متاسفانه بد شد نمیچرخونه، جای دیگر رو نمیزنه ببینیم دیگه، همش چیزه دوربین رو خوشه. پایین چه خبره؟ پایین دارم سیگنال میدم.
بچه هنداف آیتم خیلی خوبیه واسه کسایی که مثلا به هر دلیلی دارن کری بازی میکنن، ولی به شرطی، این به شرطی جواب میده که شما خیالتون راحت باشه که واقعا تایم دارین تو بازی میتونین فعال کنین، و یعنی این به همون اندازه که میتونه مفید باشه به همون اندازه میتونه مضر باشه، یعنی یه شمشیر دو نوا است. واسه یه کسی که میدونه داره چیکار میکنه رحمته، ولی واسه کسی که دقیقا نمیدونه چیکار میکنه و بازی رو نمیشناسه واسه زحمته. هنداف خیلی راحت داره لاینو پوش داده میشه، ایزی، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته واسش. درگیری نمیری؟ برادر بالتازار نمیخوای بری گنگ بدی؟ نمیخوای بیا رو کمک کنی؟ میدری قربونت، باید جون بدی. ایوان شمن داره از ماراش خوب استفاده میکنه. مواظب باش یه سنایی برده درگیرشو. او اسپرید رفت، یه گنگ خوب بچه ها. افغانستان خوابید، اون بیچاره لگ هم هست دوستمون. دیناری بام میزاره دزولیتور دو دقیقه باید میسادی بقیرش نسبش پر میکرد سرش. بالتازار مهربون همش میکنه خورما بخورم خواهی نمیکنم. کسای دیگر رو نمیتونیم ببینیم بچه داخل این گیم پلی. تو این گیم پلی فقط داریم آکاشا رو میبینیم. من اصلا واقعا در جریان نیستم کی چی داره، فقط داریم آکاشا رو با هم دیگه نگاه میکنم. آه حاجی وایسا بزنش، یه لول میزنی داری فرار میکنی از دستش احمق. همین تو هم نیویده یارو اف اف داد شت. خب آره دیگه، وقتی نیاین میده رو کنترل نکنه این همچین بلایی سرتون میاد احمقا. واردم در جریان بچه ها، دارین میبینین اینجا یکی دوتا سه تا چهار تا وارد کاشتم، عالی پرفکت، وارد در جریانه. داداشم بالتازر اصلا چیز رو نگاه نمی کنه، اصلا مپ نگاه نمی کنه، تخمشم نگاه دارن چی کار می کنه. از دلیلی که بهتون دارم بهتون میگم متاسفانه بازی واسه سال 2015-16 دقیقا همینه، اصلا مپ رو نگاه نمی کنه، اصلا کنترل نمی کنه جای دیگر. فقط تا همین لحظه 19 دقیقه تایم بازی گذاشته، من و شما فقط داریم آکاشا رو تا الان دیدیم، هیچ چیز دیگه داخل مپ ندیدیم. هایپر داره کری میکنه بچه ها، همونجور که بهتون گفتم جاتون خواهد. ببینم چی چیکار کرده، ریزورم مید بود، خب این رو داره
یه سایلنس بیارین بچه ها، یه سایلنس بیاره بهش دو تا بزنین. اوه شانس آوردی پسر خدا وکیلی، یارو خیلی گاگول بود، طرف خیلی گاگول بود. روبرویش بچه جاگرنات جز اون دسته بازیکنهاییه که تمام لولش تو یک صدم ثانیه خالی میکنه، بعد چونلوخ تو مپ راه میره. اصلا این بزرگترین اشتباهی که همه لولاتون رو یه جا خالی کنید. دراگو جی جی استفان 94 ام وی آمیگوس. بیچاره افغان استایل نتش وضعیتش خیلی خرابه. گوسقلو نگه داره رد میشه واسه خوش. میخوای یه لول بزنی؟ یه لول این چیزی بزن ها؟ نمیزنی؟ تو میتونی نزنی؟ خوش به حالت بالتازار، لزون مادرم داداش، خوش به حالت. باید بی درد سر باید ساعت اگاته بکشش تمام شد. ایلوژنه؟ آره نتونستیم ببینیم بچه ها بقیه چی کار کردن. جاگرنات برادر استایلو کشت. یه کاری بکنیم بچه ها. پایین دو تا تاور انداختن، وسط هم یه تاور انداختن تیم دو، میشه سه تا تاور. اون طرف هم دو تا تاور، یه تاور اینا جلو هن. اینا چهار تا تاور انداختن، اونا سه تا تاور انداختن. آه نایس، اولین حرکت مثبت رو از ایس دیدیم بچه با هم دیگه. انتقام قشنگی گرفت ایس. اگه دقت کنیم بالتازار به هیچ عنوان توی بازی به جزئیات توجه نمی کنه، یعنی فقط سرش کلش پایینه، فقط هیروی خودش رو میبینی، یعنی به بقیه نکته ها اصلا دقت نمی کنه و این خیلی مشکله. بچه هم که الان که تازه مرده من و شما الان میتونیم تیکه تیکه محبوب ببینیم. اوه او داره ارچید میره ولی خیلی دیره. پونزه یازده
ازولت آرموجانی خوب دوباره افتادیم رو آکاشا. بچه چیز دیگه ایو نمیتونم بهتون نشون بدم متاسفانه، مجبوریم آکاشا رو نگاه کنیم. ای بابا جی هنوز سه با نکرد این خدا وکیلی، هر کاری که دلو باز کردن سه این هیرو، نمیدونم چرا حساسیت داره بهش. آخه سهش قوی ترین لول این هیرو، 320 دمج میده، بی نظیره. من عاشق سه این هیرو. آخه جالب این، خب این که داره کری بازی میکنه حتی سه میتونه تو یونیت زدن هم بهش کمک کنه، تا اینکه بخواد اتکا یونیت رو تپ و توپ بخواد با اتک بکشه. نمیفهمم چرا داره این کارو میکنه. بی فایده است. بچه اگه دقت کنی اصلا نیست تو بازی. اینجا رو نگاه کن، وسط چهار نفر دارن درگیر شدن اونجا، همه دارن هم دیگه رو میزنن، راحت نشستی گوش بس خوش فارم میکنن. ای بابا ای بابا داداش، یاراتو کردن، برو یه کاری بکن. جون مادرت خیلی سرت میدر بودی. یه فاجعه است به خدا. با تمام احترامی که واسه فنای بالدازار قابلم، هر کسی یه جوریو دوست داره اوکی، واسه من قابل درکه، ولی اگه بیان در مورد دوتا صحبت کنی اصلا درست نیست. سولو نگاه، مدنس رو روشن کرده داره تک به سه میزنه، آیتم هم نداره، بدبخت خدا زده. چی شد آجی نشون بده؟ داداش نشون بده ما ببینیم داری چه اتفاقی تو مپ افتاده. ناموزن شما چیزی سر در آوردین از این بازی، چه اتفاقی داره میفته تو من؟ آه خدای بزرگ، نوزده سیزده 27 دقیقه گذشته، کلن 32 تا کیل بالا پایین شده. تقریبا تو هر دقیقه یه دونه کیل. به عنوان کسی که یه عمر داره دوتا بازی میکنه، به عنوان قدیمی ترین یوتیوبر دوتا یک دنیا، به عنوان کسی که همیشه یه جا بازی کرده، از اول داخل آی سی کاپ بازی کرده، به هیچ عنوان خوب نیست، به هیچ عنوان. به عنوان کسی که یه عالمه تجربه بازی داره، یعنی با پلیرهای مختلف بازی کرده، اصلا خوب نیست. با صداقت کامل دارم بهتون میگم، من به همچین گیم پلی 1-2 میدم. یه گیم پلی کاملا بورینگ و حوصله سربر و خسته کننده. هنوز دست از فارم و دمو دست کنه کشیده. بیا آخر سر آنخو تو برمیداری. داداش تو که نمیخوای درگیری بری، حداقل آنخو بده اون اسپیرید برکر بدبخت. تو که نمیخوای بری گوشی به نسخ خود فارم کنی دیگه، چه کاری؟ برو جمع کن آجی، برو جمع کن، تیم روبرو اصلا بازی نمی کن. برو جمع کن داداش، برو جمع کن.
برو جمع کن حاج امید و نجات بده از این عذاب. قهب 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 آفرین داداش بالتازار ترکوندی سلطان دجان جان کارت درسته. هیچی اصلا هیچ جا رو ندیدم، یعنی من 30 دقیقه است دارم این بازی الان نگاه میکنم، من اصلا نمیدونم کی چی داره، فقط دارم میبینم که بالتازار آیتماش نه. اه 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 بشور بشور بیتو به به چه پولی در میام به به ای خدا چه قشنگ آفر اون گسخولو بزنینش اتو اه اه انگار انگار دقیقا توی مهد کودک نشستین دارین بچه هایی که مهد کودک دوتا بازی میکنن رو دارین نگاه میکنین، گیم پلی بچه های مهد کودک، بچه های 7 سال، بچه های 6 سال نگاه دارین باید بدبخت بیچاره رو نگاه بیا اف اف داد بذارم ببینم این هم آیتما بالاخره دیدیم بازی جمع شد، تازه دیدیم آیتما رو چی آورده. این احمق لو نگاه اینو نگاه کنید، اسنایپر چین رفته بچه بچه دگه رسید بریکر باله. اینم از این، اینم یه آنالیز از بازی بالتازار، امیدوارم خوشتون اومده باشه. هیچ نکته مثبتی، هیچ نکته مثبتی داخل این بازی وجود نداره، داخل این گیم پلی هیچ نکته مثبتی وجود نداره، و همین خاطر تو این لحظه بهتون یه متاسفانه بالتازار توی سال 2015-16 گیر کرد. این گیم پلی کاملا واسه اون موقع است. یادم ما قدیما این شکلی بازی می‌کردیم ولی دیگه از این خبرا نیست. اگه شما ضعف خیلی خیلی زیاد بود، من و شما اصلا مپو نمیتونستیم ببینیم، یعنی از 32 دقیقه 31 دقیقه و 30 ثانیه فقط من و شما آکاشا رو دیدیم که داره یونیتا رو داره میزنه، رفته توی چتن داره یونیتا رو میزنه، رفته تو جنگل داره یونیت میزنه، هیچ کسی نمی اومد اینو بکشه. خب البته کسی، خب البته خب وقتی بشینی با یه مش مثلا بچه بشینی بازی کنی با یه مش کسایی که تازه دارن دوتا رو یاد میگیرن و یکی دو ماه دارن دوتا بازی میکنن و شاید خیلی هم اصلا که فقط دوست دارن بازی ها رو ببینن، وقتی بشینی با اینو بازی کنی یه قرار نیست اتفاق خاصی داخل بازی ها بیفته. این هم از این بچه ها. امیدوارم خوشتون اومده باشه از بالتازار، قدیمی ترین یوتیوبر دوتا یک دنیا، یه گیم پلی با هم دیگه دیدیم. این اینجوریه، اینجوری بازی میکنه،
چی بگم واقعا از چی فکر مونم این چی نیست دیگه، چی بگم دیگه، احساس مونم توی بیابون لعنتی گیر کردم، حرف واسه گفتم وجود نداره. من مثلا اینکه من بخوام واسه شما توی این لحظه مثل این میمونه که من بخوام یه بیابون رو واسه تون توصیف کنم که توی بیابون چی وجود داره. متاسفم نمیتونم بهتون بگم یه درخت زیبایی وجود داره یا یه دریاچه‌ای وجود داره یا یه صندلی خوشگل اونجا یا چهار تا گل اونجا، فقط میتونم بهتون بگم توی بیابون لعنتی گیر کردم و اینجا فقط شنه، چیز دیگه ای وجود نداره. داخل بازی این پسر دقیقا مثل یه بیابون میمونه، هیچ نکته خاصی وجود نداره و من تو این لحظه به این گیم پلی، به این سطح از بازی متاسفم. با تمام علاقه ای که به دجان دارم، بالتازار رو دوست دارم، بچه فوق العاده مهربون و خوشقلبیه، این یه طرف، ولی وقتی صحبت دوتا باشه من به این گیم پلی 1 تا 10 2 میدم. یعنی هیچ نکته مثبتی داخل این بازی نبود. امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه‌ها. کانال همین زیر میاد، شیر، لایک، سابسکرایب و البته فراموش نکنید داخل کامنت ها حتما نظرتون رو در مورد گیم پلی قدیمی ترین یوتیوبر دوتا یک دنیا با 215K سابسکرایب و شناخته شده حتما واسم بنویسید. میبینمتون.